زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت پانزدهم. بیست دقیقه طول می کشد تا مرکز تاکسی تلفنی گوشی را بردارد. صدایی با بدخلقی میگوید باید نیم ساعت دیگر صبر کنم ماری با آن لباس مشکی اقواگرانه و جذابش خوشحال به نظر می آید. یاد ماجرای آن مرد در رستوران ارمنی می افتم که وقتی فهمید همسرش را دیگران هم می به هیجان آمده بود. میدانم در مهمانی های رسمی همه زنها طوری لباس می پوشند که برجستگی ها و خمیدگی های بدنشان مرکز توجه همه بشود و شوهر یا دوست پسرشان که می دانند زنشان خواهان دارد فکر می کند آها از دور لذت ببرید اون با منه من میتونم از شما بهترم چیزی رو دارم که شما دلتون میخواد برای یک موضوع حرفه‌ای به آنجا نمی روم. قرار هم نیست قرار دادی ببندم یا مصاحبه کنم. فقط قرار است در یک مهمانی رسمی شرکت کنم. باید یک بدهی را در بانک مساعدت پس بدهم. با فرد کسل کننده ای شام بخورم که حتما از من میپرسد چه چیزی برای نوشتن کتاب هایم به من الهام می دهد. احتمالا زن یکی از دوست هایم رو رویم می نشیند و مجبورم تمام مدت مراقب باشم که یک وقت چشم هایم را زیادی پایین نیاورم. حتی اگر یک لحظه چشمم خطا کند به شوهرش می گوید که من سعی کردم او را بلند کنم. همانطور که منتظر تاکسی نشسته ایم از حرف هایی که احتمالاً در این میهمانی گفته می شود فهرستی تهیه می کنم. الف حرف هایی در مورد ظاهر چه شیک شدین؟ چه لباس قشنگی دارین؟ پوستتون چقدر خوبه؟ و بعد وقتی به خانه برمیگردند به هم میگویند که چقدر لباس همه بد و ظاهرشان چقدر نزار بوده. به سفرهای اخیر حتما به اروپا رفتین. عالیه. چیزی بهتر از این نیست که آدم یک شب تابستونی در کانکون کنار دریا مارتینی بنوشه. اما در واقع در این سفرها به هیچ کس هم چندان خوش نگذشته. فقط چند روزی احساس آزادی کردند و مجبور بودند که بهشان خوش بگذرد چرا که پول خرج کردند. پ باز هم سفر این بار حرف از سفر به جاهایی است که تعریفی ندارد و می شود از آنها انتقاد کرد. در ریو دو رو بودم. فکرش رو نمی کنی. خیلی شهر خشنیه. نکبت از در و دیوارهای خیابانهای کلکته می باره. اما در واقع فقط برای این به این سفرها رفتند که وقتی دورند احساس قدرت کنند. و وقتی دوباره برمیگردند به زندگی واقعی و نکبت بار خودشان که نه فقر دارد و نه خشونت امتیازی داشته باشند. ت درمانهای جدید اگر یک هفته از برگ گندم استفاده کنی، حالت موهات بهتر میشه. دو روز در آب مدنی بیاریتس بودم. آب چشمه هاش منافذ پوست و باز میکنه و سموم بدن رو از بین میبره. و هفته بعد میفهمند که برگ گندم هیچ خاصیتی ندارد و فلان آب گرم هم نه منافذ پوست را باز میکند و نه سموم را از بین میبرد. سه فوزولی در کار دیگران چند وقت فلانی رو ندیدم چی کار میکنه؟ خبر داری خانوم فلانی آپارتمانش رو به خاطر بیپولی فروخت؟ شاید از کسانی صحبت کنند که به آن مهمانی دعوت نشدند. شاید شروع کنند به غیبت درباره دیگران و وقتی حرفشان تمام شد حالت معصومانه و پرهیزگارانه میگیرند و میگویند اما آدم خیلی خوبیه. جیم گلایه های شخصی کوچک فقط برای چاشنی بخشیدن به میز شام. کاش اتفاق تازه تو زندگی می افتاد. خیلی نگران بچه هام. اینکه گوش میدن موسیقی نیست. اینکه میخونن ادبیات نیست. منتظرند بشنوند که دیگران هم همین مشکلات را دارند. تا کمتر احساس تنهایی کنند و شاد و راضی بیرون بروند. چه؟ در مهمانی های روشن مثل مهمانی امشب درباره جنگ در خاور میانه صحبت می مشکلات اسلام گرایی افراتی، نمایشگاه جدید، فیلسوف مدر روز کتاب خارق العاده ای که هیچ کس نخوانده موسیقی که دیگر مثل قبل نیست نظرات هوشمندانه سطح بالا می دهیم کاملا مخالف با چیزی که در فکرمان می گذرد همه امان باید به چه زحمتی بیفتیم تا به آن نمایشگاه ها برویم. این کتاب های غیر قابل تحمل را بخوانیم و آن فیلم های کسل کننده را ببینیم فقط برای اینکه در چنین شبی باید دربارهشان حرف بزنیم تاکسی می رسد در راه مهمانی نکته بسیار شخصی هم به فهرستم اضافه می کنه. اعتراض به ماری که از مهمانی های رسمی شام متنفرم. همان لحظه این اعتراض را می کنم. او هم جواب می دهد که با همه این حرف ها آخر کار همیشه سرم را گرم می کنم و کلی هم از خودم خوشم میآید که البته راست می گوید. به یکی از مجلل ترین رستوران های شهر می رویم. وارد تالاری می شویم که برای امشب رزرو کردند. برای اهدای یک جایزه ادبی که من هم داور آن بودم. همه ایستاده با هم حرف میزنند. چند نفر با من سلام و تعارف می کنند. بقیه فقط نگاهی به من می اندازند و چیزی به هم میگویند دبیر جایزه به طرفم میآید و مدام با این جمله آزاردهنده به اطرافیان معرفیم می کند. ایشونو که حتما می شناسی بعضیها لبخند میزنند و مرا میشناسند بعضی فقط لبخند میزنند اما مرا نمیشناسند ولی وانمود می کنند میشناسند چرا که اگر به خلافش اعتراف کنند معنیش نفی دنیایی است که در آن زندگی می کنند و اینکه درست نفهمیدند در این لحظه چه اتفاق مهمی افتاده به یاد قبیله دیشب میافتم و در دلم اضافه می کنم باید همه احمق ها را ببرند و وسط دریا بگذارند در یک کشتی تا هر شب جشن بگیرند و هی به هم معرفی شوند تا بالاخره یادشان بماند کی به کیست. حاضران در این میهمانی های رسمی را طبقه بندی می کنم. ده درصدشان شریکند. کسانی که قدرت تصمیم گیری دارند و به خاطر بانک مساعدت از خانه بیرون آمدند و به شدت به منافعشان توجه دارند. کجا پولشان را جمع کنند و کجا سرمایه گذاری کنند. خیلی زود میفهمند آن برنامه به نفعشان هست یا نه همیشه آنها هستند که خیلی زود مهمانی را ترک می کنند و هرگز وقتشان را هدر دهند. دو درصدشان مستعد ها هستند که واقعا آینده امیدوار کننده ای دارند. توانستند از چند مانع اولیه ورود به آن مجامع بگذرند. دیگر از وجود بانک مساعدت با خبر شدند و مشتریان بلقوه این بانکند. میتوانند خدمات بزرگی را از طرف دیگران دریافت کنند اما هنوز در وضعی نیستند که بتوانند تصمیم بگیرند با همه رفتار بسیار خوبی دارند چرا که دقیقا نمیدانند با کی دارند حرف میزنند و بسیار بازتر از شریک ها هستند چرا که برای آنها هر راهی ممکن است به جایی برسد. سه درصدشان توپاماروها هستند. این عنوان را به یاد گروه جنگجویان قدیمی اروگوه انتخاب کردم. می توانند به آن جمع نفوذ کنند. دیوانه پیدا کردن رابطند. نمیدانند باید بمانند یا به مهمانی همزمان دیگری برود. مضطربند میخواهند خیلی زود نشان بدهند که با استعدادند اما کسی آنها را دعوت نکرده هنوز از مانع اول نگذشتند و همین که دستشان رو می شود دیگر کسی به آنها توجه نمی کند. و بالاخره هشتاد و پنج درصد بقیه سینی هند. دلیل انتخاب این اسم این بود که همانطور که هیچ مهمانی بدون سینی برگزار نمی شود هیچ مهمانی هم بدون حضور این افراد نمی شود سینی ها دقیقا نمی دانند جریان چیست اما می دانند آنجا بودن مهم است به این خاطر در فهرست مهمان ها قرار گرفتند که موفقیت یک مهمانی رسمی به تعداد مهمانها هم بستگی دارد. این افراد اغلب یک چیز مهم سابق هستند. بانکدار سابق، کارگردان سابق، شوهر سابق یک زن مشهور یا زن سابق مردی که امروز قدرت دارد. یا کنت هایی در جایی که دیگر پادشاهی نیست یا شاهزاده ها و مارکی هایی که زندگیشان را از راه اجاره قلعه هایشان می از مهمانی به مهمانی دیگر می روند. از شامی به شام دیگر ماندم که اینها هیچ وقت بیمار نمی شوند. چند وقت پیش این موضوع را به ماری گفتم. او معتقد بود که بعضی ها به کار معتاد می شوند و بعضی ها هم به تفریح. هیچ کدامشان هم خوشبخت نیستند. میدانند دارند چیزی را از دست می دهند اما نمی توانند از اعتیادشان دست بکشند. موقعی که با یکی از مدیران یک کنگره سینما و ادبیات صحبت می کنم خانم موبور جوان و زیبایی به طرفم می آید و می گوید از زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن خیلی خوشش آمده میگوید اهل یکی از کشورهای شبه جزیره بالکان است و در صنعت فیلم کار می کند. بیدرنگ او را به عنوان یک عضو گروه توپاماروها تشخیص می دهم. چرا که با در حرف می زند یعنی من تا دیوار بشنود یعنی آن مدیر کنگره. با وجود این اشتباه نابخشودنی هنوز احتمالش هست که یک مستعد بی تجربه باشد. مدیر کنگره میپرسد منظورش از کار در صنعت فیلم چیست دختر میگوید برای مجله نقد می نویسد. کتابی هم دارد درباره سینما نه درباره زندگیش فکرش را بکنید این زندگی کوتاه و بیماجرایش و گناه اکبر زیادی تند می رود. می پرسد ممکن است امسال به این کنگره دعوت بشود. مدیر کنگره می گوید که قبلا از کشور او ناشر مرا دعوت کردند که زن متنفذ و پرکاری است و به نظر من بسیار زیبا. و بعد دوباره رویش را به من می کند و حرفش را ادامه می دهد. دختر توپامارو چند دقیقه میماند و این پا آن پا میکند و بعد دور می شود امشب اغلب مهمان ها مستعدها ها مستعد ها و سینی ها زمینه هنری دارند چرا که یک جایزه ادبی مطرح است فقط زمینه فعالیت شریک ها تنوع بیشتری دارد حامیان مالی نمایندگان بنیادهای حامی موزه ها و کنسرت های موسیقی کلاسیک و هنرمندهایی که آینده امیدوار کننده ای دارند. بعد تا مدتی مهمان ها با هم درباره کسی و راجی می کنند که برای بردن جایزه آن شب بیشترین فشار را آورده. بعد مجری برنامه از بالا می رود. از همه میخواهد سر جای مشخص خودشان پشت میزها بنشینند. همه می نشینیم. چند شوخی می کند. بخشی از مراسم است و همه می خندیم. و میگوید برندگان را بین پیش قضا و غذای اصلی اعلام می کند. جای مرا پشت میز اصلی تعیین کردند. این باعث می شود از شر سینی ها دور بمانم. اما در کنارش مانع آن هم می شود که با مستعدهای پرشور و جالب هم نشین بشوم. یک طرف هم خانومی نشسته که مدیر یک کارخانه خودروسازی است و حامی مالی این میهمانی هم هست. طرف دیگرم خانم دیگری نشسته که ثروت عظیمی به ارث برده و تصمیم گرفته در هنر سرمایه گذاری کند. و عجیبان که هیچ کدام از این دو زن لباسهای های یق دکلته تحریک کننده نپوشیدند. چند نفر دیگر هم سر میز ما نشستند. مدیر یک شرکت تولید عطر. یک شاهزاده عرب که احتمالا از این شهر میگذشته و به دام یکی از برگزار کننده ها افتاده تا به آن مهمانی اعتبار بیشتری بدهد. یک بانکدار اسرائیلی که دست نوشته های قرن چهاردهم را کلکسیون می کند. مدیر برنامه مهمانی آن شب، کنسول فرانسه در موناکو و دختر موبوری که نمیدانم آنجا چه می کند اما حدس میزنم قرار است معشوقه مدیر برنامه بشود. مدام باید عینک بزنم و زیر چشمی اسم مهمانها را روی سینهشان بخوانم. باید همان کشتی خیالی مرا راه بیاندازند و بعد ده دوازده بار به همین مهمانی دعوتم کنند تا بالاخره اسم مهمانها را یاد بگیرم. ماری طبق تشریفات سر میز دیگری نشسته. کسی یک موقعی در طول تاریخ از خودش درآورده که در مهمانی های رسمی باید زوجها را جدا از هم نشاند که باعث می شود هر کسی شک کند شخصی که کنارش نشسته متعهل است، مجرد است یا متعهل ولی در دسترس است. شاید هم فکر می کنند و اگر زوجها کنار هم بنشینند فقط با هم حرف میزنند. اما اگر قرار بود فقط با هم حرف بزنند دیگر چه دلیلی داشت از خانه بیرون بیایند تاکسی بگیرند و به مهمانی بروند. مطابق پیش بینیم در فهرست حرف هایی که در این مهمانی ها مطرح می شود صحبت با موضوعات فرهنگی شروع می شود. فلان نمایشگاه چقدر فوقلاده است. فلان منتقد چقدر باهوش است. دلم می خواهد حواسم به پیش غذا باشد. خاویار با ماهی آزاد و تخم مرغ. اما مدام مزاحمم میشوند و از این سوال های مهم میپرسند که وضع کتاب چطور است از کجا الهام میگیرم آیا بر پروژه جدیدی کار می کنم؟ همه خودشان را بسیار با فرهنگ نشان می دهند. همه ظاهرا اتفاقی از شخص مشهوری نام میبرند که میشناسند و با هم دوست سمیمی هند. همه خیلی خوب بلدند درباره وضع سیاسی فعلی بحث کنند و از مشکلات پیش روی فرهنگ بگویند. چطور درباره چیز دیگه ای حرف بزنی؟ جمله ناخواسته از دهانم خارج شد. سر میز همه ساکت می شوند. نشانه بی فرهنگ بودن آدم است که حرف دیگران را قطع کنند و از آن بدترین است که بخواهد توجه دیگران را به خودش جلب کند. اما انگار سفری که دیشب مثل گداها در خیابان پاریس داشتم. آسیب برگشت ناپذیری به من زده و دیگر نمیتوانم این جور گفتگوها را تحمل کنم. بیاین درباره کنترل چی حرف بزنیم یعنی لحظه در زندگی که در اون از پیش رفتن دست میکشیم و با هر چی داریم میسازیم برای هیچ کس جالب نیست تصمیم میگیرم موضوع رو عوض کنم. خب بیایین از اهمیت فراموش کردن سرگذشتی حرف بزنیم که برای ما تعریف کردن و اینکه تجربه یک چیز ساده چقدر مهمه. آدم هر روز میتونه کار متفاوتی بکنه. در رستوران با شخصی که سر میز کناری نشسته حرف بزنه. در بیمارستان به عیادت مریضا بره یا جفپا به پر وسط یه گودال آب. میتونیم به حرف هایی که دیگران دارن گوش بدیم. میتونیم به جای اون که انرژی عشق رو در یک قوطی بذاریم و گوشه پنهان کنیم بذاریم این انرژی به گردش در بیاد. مدیر برنامه میپرسد منظورتون زن هاست؟ نه. منظورم اینه که ابزاری باشیم در دست عشق. مالکش نباشیم. اینطوری مطمئنیم که نه به خاطر شرایط تحمیلی بلکه به خواست دلمون با شخص دیگه ای هستیم. کنسول فرانسه در کمال زرافت و در عین حال تنزی خاص برایم توضیح می دهد که اشخاص سر آن میز این حق و این آزادی را برای خودشان حفظ کردند. همه موافقند. هرچند هیچ کدام واقعیتش را اعتراف نمی کند. سکس جمله از دختر موبوری است که کسی درست نمیداند آنجا چه می کند. چرا درباره سکس حرف نزنیم؟ خیلی جالب تره، این قدم پیچیده نیست. دست کم رفتار و گفتارش طبیعی است، یکی از مهمانان سر میز لبخند تنها میزی میزند. اما من تشویقش میکنم. سکس واقعا جالبتره، اما فکر نمی کنم خیلی هم فرق داشته باشه. از اون گذشته صحبت درباره سکس دیگه ممنوع نیست. مدیر برنامه که کم کم دارد ناآرام می شود می پرسد. پس میشه بگین چی ممنوعه؟ مثلا پول. اینجا هممون پول داریم. یا وانمود می کنیم داریم. معتقدیم برای این دعوتمون کردن که ثروتمند و مشهور و متنفذیم. اما تا حالا شده از این مهمانی های شام استفاده کنند تا بفهمن هر کسی چقدر پول در میاره حالا که اینقدر از خودمون مطمئنیم و اینقدر مهمیم دنیامون رو همون طوری ببینیم که هست نه اون طوری که تصورش میکنیم خانم مدیر کارخانه خودرو سازی میپرسد میخوایم به کجا برسیم به یک داستان طولانی. میتونم با داستان هانس و فریتز شروع کنم که در کافه باری در توکیو نشستن. و بعد برسم به مرد مقل کوچ که میگه باید چیزی رو که در خیالمون هستیم فراموش کنیم تا بتونیم کسی باشیم که واقعا هستیم. هیچی نفهمیدم. من هم چیزی نگفتم. اما میرسیم به قسمت جالب. دلم میخواد بدونم هر کدومتون چقدر پول در میاری. معنای این که ما رو سر مهمترین میز این تالار نشوندن چیه؟ یک لحظه سکوت برقرار می شود. بازی هم پیش نمی رود. با وحشت نگاه هم می کنن. صحبت درباره وضع مالی تابویی بزرگتر از سکس است بزرگتر از صحبت درباره خیانت فساد یا توطعه های پارلمانی اما شاهزاده عرب شاید به دلیل آنکه از این همه مهمانی رسمی با گفتگوهای بی ربط خسته شده یا شاید به خاطر آنکه همان روز پزشکش نامهای برای او فرستاده و به او خبر داده که به زودی می میرد یا به هر دلیل دیگری تصمیم می گیرد صحبت را جلو ببرد. من بر اساس مصوبه مجلس کشورم در ماه نزدیک 20 هزار یورو حقوق می گیرم. این ربطی به مخارجم نداره. من بودجه نامحدودی در اختیار دارم که بهش میگن هزینه های نمایندگی. به عبارت دیگه با اتومبیل و راننده سفارت به اینجا اومدم. لباس تنم متعلق به دولته. فردا با یک هواپیمای جت خصوصی به کشور اروپایی دیگه ای پرواز میکنم و هزینه های خلبان، سوخت و مالیات های فرودگاه مستقیما از بودجه نمایندگی کسر میشه و نتیجه گرفت واقعیت مرعی یک دانش قطعی نیست حالا که شاهزاده که از نظر سلسله مراتب بالاترین مقام را سر آن میز دارد با این صداقت حرف زده دیگر کسی نمیتواند والا حضرت را تنها بگذارد همه باید در این بازی شرکت کنند. در این سوال، در این شرمندگی. مدیر برنامه از نمایندگان کلاسیک بانک مساعدت که به چک و چانه زدن معروف است میگوید درآمدم و دقیقا نمیدونم اما حدود ده هزار یوروه. اما منم بودجه نمایندگی شرکت های تحت مسئولیتم رو دارم. میتونم تمام هزینه ها، شام، نهار، هتل، بلیط هواپیما و گاهی حتی لباس هام رو به حساب این بودجه بذارم. اما جت خصوصی ندارم. شراب تمام شده. مدیر برنامه اشاره می کند و گیلاس هایمان را دوباره پر می کند. حالا نوبت خانم مدیر کارخانه خودرو سازی است که اول از این فکر بدش آمده بود اما ظاهرا کم کم دارد خوشش می آید. فکر می کنم منم در همین حدود درآمد دارم با همون بودجه نامحدود نمایندگی. همه شروع کردن به صحبت درباره درآمدشان. بانکدار از همه ثروتمندتر بود. ده میلیون یورو در سال. جدای از افزایش سرمایه پیوسته بانکش. نوبت که با آن دختر موبور ناشناس رسید امتنا کرد. این بخشی از باغ مخفی منه. برای کسی مهم نیست. مدیر برنامه میگوید معلومه که برای کسی مهم نیست. اما الان داریم بازی میکنیم. دختر حاضر نمیشود شرکت کند. با این امتناع خودش را نسبت به دیگران در موقعیت برتری قرار می دهد. در این گروه او تنها کسی است که رازهایی دارد. با قرار گرفتن در این موقعیت برتر همه با بیزاری نگاهش می کنند. در واقع او برای پرهیز از احساس حقارت به خاطر درآمد کمش همه را تحقیر کرده و وانمود می کند اسرارآمیز است. اما متوجه نیست که آنجا اغلب افراد در مرز سقوط زندگی می کند و شاید تا همین فردا صبح نابود بشوند. همانطور که انتظار می رفت سؤال به من ختم شد. بستگی داره. اگه کتاب تازه ای منتشر کنم درآمدم به حدود چند میلیون دلار در اون سال میرسه. اگه کتاب تازه ای نداشته باشم حدود دو میلیون دلار از حقوق کتاب قدیمیم دریافت میکنم. دختر صاحب اسرار گفت مخصوصا این سوالو کردین تا خودتون بگین چقدر در درآمد شما برای هیچ کس جالب نیست. به قدم اشتباهش پی برده بود و حالا میخواست با حمله تازه وز را درست کند شاهزاده حرفش را قطع کرد برعکس فکر میکردم هنرمندی در موقعیت شما خیلی ثروتمندتر باشه یک امتیاز به نفع من دختر موبور تا آخر شب دیگر دهانش را باز نکرد صحبت درباره پول باعث شد چندین تابو شکسته شود چرا که میزان درآمد از همه تابوها بدتر است پیشخدمت به دفعات بیشتری ظاهر میشد بطری های شراب پشت سر هم و با سرعتی باور نکردنی خالی میشد. مدیر برنامه مجری شاد و شنگول از سکو بالا رفت برنده را اعلام کرد جای را داد و برگشت تا دوباره به بحث ما بپیوندد که علا رقم آداب معاشرت و اینکه باید موقع حرف زدن یک نفر دیگر دهانمان را ببندیم قطع نشده بود. موضوع صحبتمان این بود که با پولمان چه کار می اغلبشان وقت آزاد میخریدند، به سفر می رفتند، یا ورزش خاصی را انجام می دادن. به فکرم رسید که صحبت را بکشانم به اینکه دوست دارند مراسم خاک سپاریشان چطور باشد. مرکم هم تابوی به عظمت پول است. اما خیلی شاد و خوشخلق بودند و آنقدر راحت با هم ارتباط برقرار می کردند که تصمیم گرفتم ساکت بمانم. بانکدار گفت از پول حرف میزنی اما نمیدونین پول چیه فکر میکنین چرا مردم یه تیکه کاغذ چاپ شده یه کارت پلاستیکی یا یه سکه از جنس فلزات گروه پنجم رو با ارزش میدونن از این هم بدتر میدونین پولتون این میلیون ها دلارتون فقط تعدادی پیام الکترونیکیه میدونی؟ البته که همه میدانستند ادامه داد اما اولش ثروت چیزی بود که تو این خانوما میبینیم یعنی جواهراتی ساخته شده از عناصر نادر که راحت میشد حملش کرد به راحتی میشد بهش دست زد و تقسیمش کرد مروارید تکه های طلا، سنگ های قیمتی. تمام ثروتمون رو در جایی مرئی حمل می کردیم. جای این ثروت رو بعدها گله ها یا قلات گرفت. اما هیچ کس نمی تونست گله ها یا قلاتش رو با خودش این طرف و اون طرف ببره. نکته تنظامیز اینه که هنوز هم مثل یک قبیله ابتدایی رفتار می کن. جواهراتمون رو با خودمون این طرف و اون طرف میبریم تا نشون بدیم که خیلی ثروتمندی. اما واقعیت اینه که اغلب بیشتر جواهرات داریم تا پول. جواهرات نشان قبیله است. جوانهای دوران من موهاشون رو بلند میکردن. جوانای امروز جایشون رو سوراخ میکنن و به اون حلقه ای آویزون میکنن. این باعث میشه که آدم های هم فکر هم دیگر رو پیدا کنن. اما به درد خرج کردن نمیخوره. این پیام الکترونیکی که مال ماست میتونه یه ساعت عمر بیشتر برای ما بخره؟ نه. میتونه عزیزان درگذشتمون رو برگردونه. نه. میتونه عشق بخره. مدیر شرکت اتومبیل سازی با شوخ طبعی گفت: عشق رو میتونه. چشمهایش اندوه عظیمی را باز میتاباند به یاد استرف دادم و پاسخم به آن خبرنگار در مصاحبه همان روز صبح هم همه امان می می‌دانستیم که همه این جواهرات و کارت‌های اعتباری، ثروت، قدرت، هوش و استعداد برای دست یافتن به عشق و محبت است و بودن با کسی که ما را دوست دارد مدیر کارخانه عطر سازی نگاه هم کرد و گفت نه همیشه. درست میگی. نه همیشه. منو نگاه میکنی. منظورتونو میدونم. من مرد ثروتمندیم اما همسرم ترکم کرد. اما خیلی از وقتها میتونه عشق رو بخره. راستی سر این میز کی میدونه چند تا گربه و چند تا فانوس خیابونی پشت اسکناس ده دلاری چاپ شده. کسی نمیدانست. برای کسی مهم هم نبود. آن جمله درباره عشق تمام آن حال و هوای شاد را از بین برده بود. دوباره برگشتیم به صحبت درباره جوایز ادبی. نمایشگاه ها، موزه ها، فیلمی که تازه روی پرده رفته بود و تو که بیش از انتظار موفق درآمده بود. سر میز شما چه خبر بود؟ معمولی، همون صحبت های همیشگی. اما من تونستم بحث جالبی درباره پول بپا کنم که البته آخرش فاجعه به بار آورد. فردا کی پرواز داری؟ ساعت هفت و نیم صبح از خونه میرم بیرون. تو هم که به برلین میری بیا با هم یه تاکسی بگیری. کجا میری؟ خودت میدونی. نپرس. خودت میدونی. آره میدونم. اینو هم میدونی که الان داریم با هم خداحافظی میکنیم. برمیگردیم به موقعی که با هم آشنا شدیم. مردی که عشقش رفته بود و قلبش رو پاره پاره کرده بود. و زنی که به شدت عاشق مرد همسایش بود. باز باید همونو بگم که روزی بهت گفتم. تا آخر می جنگم. جنگیدم. اما شکست خوردم. حالا باز هم سعی می کنم بر زخم ها مرهم بذارم و برم سراغ یک جنگ دیگه. منم جنگیدم. من هم شکست خوردم. نمیخوام چیزی رو که پاره شده بدوزم. فقط میخوام تا آخر پیش برم. هر روز رنج کشیدم میدونستی. ماها رنج کشیدم سعی کردم نشون بدم چقدر دوستت دارم که فقط وقتی تو کنار منی همه چیز برام اهمیت پیدا میکنه اما حالا با اینکه رنج کشیدم اما فکر میکنم بسه تموم شد خستم از اون شب در زاگروب دفاعم رو باز کردم و به خودم گفتم اگه ضربه بعدی اومد بزار بیاد بذار داغونم کنه بزار زمینم بزنه یه روزی دوباره خوب میشم ماری کسی رو برای خودت پیدا میکنی البته جوونم زیبام باهوشم خاستنیم اما دیگه هیچ وقت زندگیم رو با تو دوباره تجربه نمیکنم احساسات دیگه ای رو کشف می کنی و با اینکه باورت نمیشه اما بدون در تمام دورانی که با هم بودیم دوستت داشتم مطمئنم اما این اصلا از دردم کم نمیکنه فردا با دو تا تاکسی جدا میریم از خداحافظی متنفرم به خصوص توی فرودگاه یا ایستگاه قطار پایان قسمت پانزدهم.